صدیقه وسمقی با اشاره به اظهارات دینا قالیباف روزنامهنگار و فعال دانشجویی که پس از روایت تعرض مأموران گشت ارشاد بازداشت و به زندان اوین منتقل شده بود گفته محاکمه نرگس محمدی در این رابطه گواهی بر این است که حاکمیت تعرض به حیثیت، حرمت و امنیت زنان و رفتارهای برخی ماموران خود مانند دست بند زدن به زنان و در آن وضعیت استفاده از شکر و لمس کردن سر و صورت یا بدن آنان را به دلیل نداشتن روسری رسما مجاز میداند و از آن حمایت می‌کند. وجوب پوشاندن موی سر در اسلام هیچ دلیل قاطع و قانع کننده ای ندارد. صدیقه وسمقی اسلام پژوه سرشناسی است که 26 اسفند گذشته در منزل خود در تهران بازداشت شد و در پی تشدید بیماری که پیشتر منجر به نابینایی او شده است روز دهم ده اردیبهشت از زندان اوین آزاد شد نرگس محمدی برنده جایزه صلح نوبل سال 2023 که تا کنون سه بار به دلیل روایتگری آزار در دادگاه محکوم شده است در 19 خرداد 1403 برای چهارمین بار در این زمینه محاکمه می شود. نرگس محمدی سهشنبه پانزدهم خرداد در پستی در اینستاگرام با تاکید بر اینکه تجاوز و تعرض جنسی میتواند به عنوان ابزاری ویرانگر توسط برخی رژیم های سیاسی علیه کسانی که به عنوان دیگری تلقی میشوند مورد استفاده قرار بگیرد تصریح کرد اکنون تعرض تجاوز و اذیت و آزار جنسی ابزار شکنجه تهدید و اعترافگیری حکومتی است که سعی میکند جنبشهای اعتراضی مردم را به عقب براند در این حال بیش از 130 تن از کنشگران و فعالان مدنی در داخل و خارج از کشور با انتشار بیانیه‌ای در روز چهارشنبه 16 خرداد به محاکمه نرگس محمدی اعتراض و حمایت خود را از کارزار همصدایی علیه آزار جنسی و بند زنان اوین اعلام کردند. یگانه یارسباران صدای آمریکا واشنگتن